یو چطور این بچه ها؟ من تاپلیزم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از سری هارتس آف آیرونمون. بچه ها قبل از هر چیزی بهتون بگم اگه ویدیوهای قبلی این سری رو ندیدید حتما همین الان برید ببینید، چون اگه اونا رو ندیده باشید ممکنه خیلی چیزها رو ندونید. برای مثال خیلی توی کامنت ها میپرسن که چرا فرانسه دست اسپانیا است. خب جواب این سوال توی پارت سوم سری هارتس آف آیرونمونه بچه ها. ولی از اینا که بگذریم، دمتون گرم بابت حمایتایی که میکنید. و یه مشکلی سر ویدیوی قبلی بچه ما با هم بخوردیم و اذیت کردید منو تو کامنت ها اذیت کردید. قبلا نمی اذیتو کرده بودید ولی خب من چیزی نگفته بودم. آقا من تو ویدیو قبلی به این شهر گفتم کیرکوک و همه اومدن گفتن که نه، این کیرکوک نیست، کرکوکه. خب منم حالیمه که این کرکوکه، ولی عزیزای دل من، در زبان فارسی در کشور ایران اسم این شهر رو سانسور کردن. وگرنه شما اگه بیاید گوگل ترنسلیت رو باز بکنید و اینجا بنویسید کیرکوک و اینو بزنید، کیرکوک چی داره میگه؟ چی داره میگه؟ گوگل ترنسلیت دیگه این گنده ترم مگه داریم؟ بیا سرچش هم میکنم. کرکوک یک شهر در عراق، ولی خب ترجمه درستش چیه؟ کیرکوک. یه بار دیگه؟ کیرکوک. آفرین. پس دیگه نیایید توی کامنت منو اذیت کنید دیگه، من اینا رو خودم حالیمه بچه. ولی خب بچه از اینا هم که بگذریم، او اینو یادم رفته بود بهتون بگم، ما یه گروه تلگرام داریم بچه، خیلی جدید زدمش، اگه دوست داشتید لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، حتما جوینش بشید. اصلا یک وضعیت عجیب غریبی داره، بیایید و فیض ببرید از گروه. قشنگ، یعنی یه گروهیه که من میدونم شماها باهاش میتونید حال کنید. اینم از این. ولی بچه اینا که بگذریم، آقا این پارت من باید هر طوری از این امریکا رو بزنم. خب پارت قبلی بچه بازی لگ شد و من متاسفانه اعصابم به هم ریخت، یکم اعصابم خرابم بود دیگه، بازی لگم شد اعصابم بدتر به هم ریخت. ولی خب برای این پارت اوضاع بازی بهتره، لگو داره، ولی دیگه میدونی لگو داره، یکم سنگین شده. ای کاش ماد نمی ریختم، ای کاش، ولی خب دیگه ریختم و چاره ای نیست. 9 واحد تانک ما اینجا گیر کرده که باید هر چه سریعتر برای آزادسازی این تانک ها اقدام کنیم. و من بدترین حمله قرن رو به امریکا کردم، یعنی بدترین جای ممکن من به امریکا حمله کردم، که البته امریکا نیست، کاناداست. در هر صورت شدیدنم پشیمونم بچه، شدیدن پشیمونم. اوضاعمون اینجا اصلا خوب نیست، ولی نگران نباشید، حل میکنم اینجا رو خیلی سریع. امیدوارم که ایران بچه همونطور که میبینید تبریز رو از دست داده، سنندج و ارمیه رو هم همینطور، ولی یه سری کمک جدید براش ارسال کردم که امیدوارم بتونه پس خودش بر بیاد دیگه. حالا هر طوری میخواد بر بیاد دیگه، اون به ما مربوط نیست. ولی خیالتون از ایران راحت باشه، من ایران رو تو فکشن نمیارم، ولی حواسم بهش هست، نمیذارم سقوط بکنه دیگه. اگه ببینم داره سقوط میکنه میام اینجا خودم به سوویت حمله میکنم. اوکی، اون موقع فشار میاد رو سوویت، ایران سقوط نمیکنه. کامنت ها دهن منو سرویس نکنید. این سری هارتس آف آیرونمون بچه کلا یه طور عجیبیه، اون ویورای سابق رو نداره، یه سری ویور جدید اومدن که قصدشون کلا اذیت کردنه. ویدیوها رو هم کامل نمیبینن، علاوه بر اینکه کامل نمیبینن حتی اصلا اون پارتاشو هم نمیبینن. یهو میاد کلیک میکنه رو پارت 5، بعد میاد دهن من سرویس میکنه که چرا این اینطوریه اون اونطوریه. خب برو چهار تا پارت قبلیو ببین. منو میخواید شما سکته بدید تو این وضعیت؟ من واقعا درک نمی کنم. ولی در هر صورت آقا خیالتون از ایرانم راحت باشه، سوویت هم به موقعش میزنیم دیگه. بازی بابا رو حالت سختیه، من الان کیو بزنم کی بمونه؟ برم افریقا رو بزنم، برم امریکا رو بزنم، سوویت رو بزنم، کدوم خریو بزنم؟ بابا آلمان دیگه تو واقعیت شکست خورده، ما الان تو بازی داریم دهن خودمون رو سرویس میکنیم، این ورق رو برگردونیم، تاریخ رو یه جور دیگه رقم بزنیم، وگرنه خود هیتلر به اون گندگیش شکست خورد. ما الان اینجا داریم زجه میزنیم شکست نخوریم، یعنی همین که شکست نمیخوریم خودش یه موفقیت، یک دستاورده. ولی در هر صورت بچه من بیام از بخش ریسرچ بزنم، ریسرچ رو جدید انجام بشن تا سکته نکردم. اوزامون الحمدلله از بخش ریسرچ خوبه، ولی خب میزنیم یه سری ریسرچ جدید برامون بدون معطلی انجام بشه، که بیشتر هم میخوام ریسرچ های مربوط به سوخت و کانسترکشن و اینجور چیزها رو انجام بدم. اوزامون الاز هواپیما هم خوب نیست، بذاریم هواپیما جدید ها رو باز بکنیم و تمام. اینم از ریسرچ های جدیدمون. از بخش فوکس هم که پارت قبلی گفتم فوکس همون به پایان رسیده، فقط اینجا اگه دقت کنید فوکس های مربوط به
سوویت مونده که اگه اینو انجام بدیم کلا با سوویت دشمن میشیم. چرا دشمن میشیم؟ چون این فوکس ضد کمونیستیه، یعنی ما میایم خودمون رو ضد کمونیست معرفی میکنیم. این و این کلا سیستمش اینطوریه، اولی ضد کمونیستیه، دومی ضد سوویتیه، که حالا جلوتر هم بیایم میتونیم بجنگیم، میتونیم آلیانس بشیم. کلا انتخابای مختلفی این بخشی از بازی بهمون میده که فعلا وقتش نرسیده، ولی بجز این بخش دیگه بخشی به اون صورت نمونده. برای مثلا اینا موندن ها، یه سری فوکس مربوط به فنلاند و سوئد و سوئیس و نروژ و اینا موندن که اونم به وقتش میریم سراغش و اون کشورها رو هم میزنیم، خیالتون راحت باشه. ولی باقی فوکس هامون انجام شدن و الان فوکسی که داریم انجام میدیم، البته فوکس نیست، ولی خب اینجا یه دونه اسپریت انتخاب کردیم که سرعت رشد جمعیتمون رو ببره بالاتر تا منپاورمون بیشتر بشه. ولی جدای از اینها بچه ها، 69 واحد نیروی جیگر داریم، این همون جیگران که پارت قبلی زدم ساخته بشه، که همونطور هم که میبینید توی گوگل ترنسلیت هم که میزنیم داره ترجمه میکنه جیگر. میبینید من اصلا کل تمام حرف هم، تمام کلمات و تلفظات هم درسته، فقط درک نمیشم متاسفانه. الان ببین این جیگر دیگه، انگلیسیش اینه، فارسیش میشه جیگر. تموم شد رفت. ولی خب برگردیم سر وقت بازیمون و بذارید ببینم. الان 69 واحد نیروی جیگر داریم. اینها نیروهایی هستن که توی مناطق سرد میتونن بجنگن. مرزمون با سوویت الحمدلله خالیه. سوویت دیگه انقدر خیالش از ما راحت شده، نیروهاشو برده برای جنگ با چین و ایران و اینجور جاها. بخوایم بزنیم ببین تو موسکو جمع میشه، ولی نمیدونم آجی. آقا بذار خیر امریکا بگذاریم، واقعا بذار بگذاریم به این پارت بچه، بریم بالا سر سوویت، نظرتونه یا نه؟ من نیروهایی که اینجا توی کانادا داریم رو همه رو میفرستم گرینلند برای دیفنس، گمشم برن گرینلند تا در آینده ازشون برای جنگ با امریکا استفاده بکنیم. ولی الان کاماندرای جدید و جنگ جدید آقا بنازم و بخش فوکس هم خیلی سریع بیایم بزنیم. آقا این فوکس اصلا چیز واسمون انجام بشه. ولی خب وارگل ما رو میده یا نمیده؟ بذارید ببینم فوکسی داریم که بهمون وارگل بده یا نه. که اوکی بچه، یه فوکس داریم اینجا، اینو اگه انجام بدیم وارگل سوویت رو بهمون میده و من وارگلش رو اولی میخوام، چون اگه الان بیام خودم بهش بخوام حمله کنم 10 روز حاجی، تو 10 روز هیچ گویی نمیتونه بخوره، اصلا وارگل نمیخواد. من گفتم الان 200 روز زمان میبره خودش رو آماده میکنه، ولی ایزیه میزنیمش. آقا این 24 واحد جیگرمون که خیلی سریع بره اون بالا، 45 واحد نیروی دیگه داریم که اینها رو هم بدیم خیلی سریع دست دوتا کماندر. این دوتا کماندر رو هم بدیم دست یک سرلشگر رو ست کنیم بر روی مرز سوویت. یه کماندر هم که این بالا گذاشتیم، اروین هم که توی بریتانیا داره اشغال میکنه. اروین رو من به خوشبختی رسوندم، هیتلر اعدامش کرد، من فرستادم اینجا، بریتانیا داره اشغال میکنه واسه خودش. ولی خب بچه‌ها الان باید منتظر بمونیم نیروها سریعاً ست بشن بر روی مرزها. امیدوارم سوویت هم گوش به زنگ نشه بخواد کاری کنه. حاجی مرزش خالیه، کرس، لعنتی کرس. من نمیفهمم واقعا چجوری انقدر به ما اومده اعتماد کرده این دان سرویس. ولی خب بذارید من کماندرهای جنگ سوویت هم رو بیارم اینجا دم دستم باشن. سه تا کماندر رو جیگرم داریم. این جیگرها چون میتونن تو مناطق سرد و اینجور جاها بجنگن، این بالا باید برن که قشنگ کار رو از بالا واسمون جمع کنن. اینا هم که کار رو از پایین واسمون همون جمع میکنن و از اون بر یه سری نیروی جدیدم باید آموزش داده بشه. اوه اوه اوه، کلی جیگرم اینجا دارم آموزش پیدا میکنم آجی، انقدر نیاز نداریم. ولی بذار بکشیم بیرون، حذف کنیم این جیگر جدیدارم، بدم دست یه کاماندر، بدم دستم این کاماندر اولیمون که تانک و اینجور چیزا داشت. با این نیروهای جدید 100% دیگه پروژه جنگ به نفع ماست. و از اون بر توی این جنگ هم اصلا نیاز نیست از نیروی هوایی استفاده کنیم بچه. همین برم بیام وضع امریکامون رو چک کنم که نیروها خدا رو شکر دارن برمیگردن. 17 واحدشون که توی کنوایان دارن میرن گرینلند. باقی هم امیدوارم سالم و سلامت بتونم برگردن از این کانادای لامصب. آخه اینجا جا حمله کردنه، یکی نیست به من بگه که داداش نیروهاتو ببر چه بدم واشنگتن رو بزن، که البته اون ریسکش خیلی بیشتر بود. ولی در هر صورت این جایی که ما ازش حمله کردیم واقعا جای اشتباهی بود و نیروهامون بهتر برن برسن به گرینلند و توی جنگ با سوویت از نیروی هوایی استفاده نمی‌کنیم،
از نیروی دریایی هم نیازی نیست استفاده بکنیم و حواس سوویت تا فیها خالدون جمع این یکی کشور است، اصلا حواسش به ما نیست بچه. و با این حساب الان وقت اینه یه استراتژی جنگی بدیم تا مسکو و لنینگراد. این از استراتژی جنگی کاماندر پایینیمون. یه استراتژی جنگی هم به کاماندر بالاییمون باید بدیم که اینم بیاد به این سمت پایین. ریسرچ همون هم که یکی یکی دارن انجام میشن و بایستی بریم سر وقت ریسرچ های جدید تر. ولی از اون بار بچه از نیروی هوایی استفاده نمی کنیم توی این جنگ، چون هم مشکل سوخت داریم و هم اصلا نیاز نیست و هم اگه استفاده کنیم بعدا مجبور به تعمیر اون جاها و اون چیزها میشیم. دستور حرکت جفت کاماندرام هم میدم بچه ها، میام اینجا یه اعلان حمله میکنم به سوویت. 10 روز خیلی سریع باید منتظر بمونیم. تو 10 روز هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ نیروی قسم میخورم نمیتونه اعزام کنه، مطمئنم از این بابت. نیروهامون هم که همه خدا رو شکر رفتن و مستقر شدن روی پوزیشنشون و الان صرفا باید بچه منتظر بمونیم. امیدوارم اشتباه نکرده باشم، امیدوارم بچه. ولی یه دلیل دیگه برای زدن سوویت دارم ها، اونم اینه که بازی سنگین شده. تا قبل شروع جنگ ایران و سوویت و چین و سوویت اوضاع بازی خوب بود. سوویت جنگو شروع کرد چون نیرو خیلی داره و کاماندر و مرز هم زیاد داره، بازیو کلاً به فنا داد و سنگین کرد. فوکس آنتی کمونیسممون انجام شد. خیلی سریع بیایم سراغ فوکس آنتی سوویت. و از اون بر چند روز مونده عشق داداش. اینم از این تایم بازی رو پاز میکنیم. دستور حرکت جوف کماندر ها هم که بچه دادیم، سرعت حرکت ماکسیموم باید باشه و برای این کماندر تانکیمون باید فورس اتک رو هم فعال کرده باشیم. یه فورس اتک دیگه میتونیم فعال کنیم که برای این کماندرمون فعال کنیم و تمام. سیپیمون به پایان رسید، بریم برای دکلر وار. آقا برو بریم. اوه تایم بازی رو باز کنیم. بنازم آجی بنازم، هیچ نیروی بنده خدا نداره. وای مرزش خالیه خالیه. ای جان بذار ببینیم کیف اوکراین رو میتونیم بگیریم یا نه. پیشروی در حال حاضر خیلی خوبه، چون هیچ نیروی اصلا برای دفاع نداره سوویت و اوضاع خوبه. بالا بذار ببینم نیروها دارن چی کار میکنن، که بالا چرا غلطی نمیکنه اینا. نگو که صعب العبور اینجا، واقعا اینو بهم نگو. هولی، چون ایتالیا توی جنگ نیست این مشکل برای ما پیش اومده. پدر سگ بیا تو جنگ ببینم. بیا اینجا، این کاماندر بالای ما بیکار مونده، من میگم اینا چرا حمله نمیکنن. بزنید آقا همتون بزنید. لنینگراد اینجاست. این نیروهای بالامون با لنینگراد بزنن واسمون، که خودم دستور حرکتشو میدم. برید لنینگراد رو برام بگیرید. ریسرچمون هم انجام شد. خیلی سری بیایم سر وقت ریسرچ جدید که رندوم میذارم حالا یه چیزی انجام بشه و بعد بدون معطلی بیایم سر وقت بازی. آی جان دارم میان نیروها. ببین اصلا قدم زنان دارم میان. خالی کرد سوویت اینجا رو، خالی کرد. ایزیه واسمون. نیروهای بالا هم که کارشون رو بلدن. حاجی مینسکو گرفتیم، بنازم مینسکو گرفتیم. ریگا رو هم الان میگیریم. این پایین کیف دستمونه بچه ها. نایس. و رسیدیم به دریای سیاه. اوضاع خیلی خوبه چون با مسکو فاصله ای نداریم، با مسکو جدا فاصله ای نداریم. ولی از این ور سوویت داره به ترکیه زور میگه. متاسفانه انتظارشو نداشتم جدی، چون اینجا نیرو زیاد داشت و ترکیه هم تو فکشن ماست داره بهش زور میگه. ولی از اون ور کشورهای دیگر رو من نمیخوام بیارم تو این جنگ، به هیچ عنوان کشور دیگه ای من نمیخوام بیاد. و الان باید زل بزنیم و ببینیم، باید فقط زل بزنیم. اوضاع مملکت خودمون هم که خوبه، به هیچ عنوان فکر نکنم بتون نفوذ کنه. ولی همونطور که میبینید نیروی دریاییش سعی در نفوذ به کشور ما داره. ولی حواس ما هست دیگه بابا، کل نیروی دریایی من تو حالت اسکورت اینجاست، نیرو هوایی من رو این دریاها سته. تو کیا میخوای بترسونی؟ کیو فکر گرفتیم بچه‌ها. خارشم اینجاست، خارشم الان میگیریم. و از اون ور اوضاع خیلی خوبه، خیلی لذت دارم میبرم. لذت یعنی
عالیه، عالی. فقط بازی یکم لگه، من متاسفانه نمیتونم خودم کار خاصی بکنم که این یکی از بدیای بازیه. متاسفانه بازی سنگینه دیگه، بازی سنگینه، ولی ابهاتو ببینید بچه، آلمان نازی داره برمیگرده. نایس. ایران هم اینجا داره زنجه میزنه، بنده خدا اینجا رو از دست داده، اینجا خاک گرفته، کلا وضعیت عجیب غریبه. ولی دیگه بیا زدم سوفیتو زدم فقط به خاطر شما بچهای تو خونه، یعنی اصلا من با سوفیت کاری نداشتم، داشیم بود. من واقعا نمیخواستم به استالین خیانت کنم، ولی خب چون شما خواستید من به شمله کردم و منم ازتون میخوام که این ویدیو رو بگیرید بکنید، پس حتما این کار رو انجام بدید. و این وسط فنلاند میخواد دو تا فایتر بهمون بده، خاک بر اون سرت کنن. این وسط توی جنگ ما متحدین کسی نیرو آورده که خیر، هیچکی. بذار ببینم این، اوکی، یه پوینت خیلی مثبتی هم که آیدمون شده بچه اینه که سوویت نتونست جزء فکشن متفقین بشه. میدونید این بحث جذابیه، سوویت چون برای خودش فکشن تشکیل داده دیگه نتونست جزء فکشن اونها بشه. اونا خودشون هم بدبخت رو به افولن. ولی خب ما 23 واحد نیروی بیکار هم داریم، اینا رو با ایریا دیفنس این بار فقط میفرستم سرشون رو بندازم پایین، برن سر وقت مسکو ببینم میتونن کاری برای ما انجام بدن یا نه. سوویت ولی دیگه کم کم حواسش رو جمع کرد و نیرو اعزام کرد، این بده، این خیلی بده. ولی خب به حد کافی ما تونستیم پیشروی کنیم، ولی لنینگراد رو نتونستیم بگیریم. ای بابا، ای بابا، لنینگراد رو نتونستیم بگیریم. بذار من دوباره به این نیروها دستور بدم و سی پی هم داریم، بذار به این کاماندرمون یه دونه فورس اتک بدم بره جلو و بنوازه واسمون، که این هم از این سرعت حرکت همشون هم که بالاست. ببینم چیکار میکنید دیگه داشیا، ببینم چیکار میکنید. من چشم امیدم به شماست. البته که بچه خیلی خوب داریم جلو میریم، ولی متاسفانه سر اینی که بازی مقدار کند شده اوضا خوب نیست. اینجا هم رکب زد بیشرف به ما، ولی فکر کرده ما حواسمون نیست که با این حساب کاماندری که ست کرده بودم بره مسکو رو بگیره، بعد بیاد اینجا کریم رو بگیره. آخ کریم، کریمه رو بگیره واس ما، این نیروهاشو بیاره اینجا، خیلی خوب میشه. اینجا رکب زدن دیگه بیشرف ها، من انتظار این نوع نامردی ها رو نداشتم، ولی خب رکب خوردیم، رکب. یه مقدارم استخراج نفت رو ببریم بالاتر، اون جاهایی که نفت داریم و دیگه ببینم چیا داریم. اوکی، یه مقدارم افدوار سپورت داریم با بچه، میتونیم توی این شرایط از گزینه‌های مربوط به پروپاگاندا استفاده بکنیم که حالا رندوملی من یکیش رو انتخاب میکنم. از بخش جاسوسی هم نیاز نداریم به اون صورت استفاده کنیم، چون میزنیم اصلا نیازی نیست به اون صورت کاری انجام بدیم. نیروی هم نیاز نیست آموزش بدیم. ولی او بچه ها، یه مقدار من اسپشیال یونیت بچه نیاز دارم راستیتشو بخواهید. 24 واحد از اینجا میزنم واسه همون اسپشیال یونیت آموزش داده بشه. این اسپشیال یونیت ها صرفا اسپشیال هن، کار خاصی نمی کنن، چیز خاصی هم ندارن، تانکی هم ندارن، تکاورن به یه نوعی میشه گفت. ایران هم متاسفانه سوویتو ول کرده، رفته داره هندو میزنه. من چی بگم بهش آخه، چه با هند چی، بابا سوویتو بزن، اه داره هندو میزنه، باورتون میشه کلن فوکسشو گذاشته رو هند. خب این ایران میخواد منو سکته بده با این حساب. ولی خب بچه، سوویت من رو عصبانی کرد و فکر کنم دیگه وقت استفاده از نیروی هواییمون از راه رسیده. من فرودگاه کیف رو کاملا بچه ست میکنم رو مسکو، گزینه‌های بمبارانش رو هم میزنم، برو بریم. این از فرودگاه کیف، فرودگاه‌های غرب رو هم میارم شرق تا قشنگ به حساب اینها برسیم. فرودگاه مینسک خیلی فرودگاه خوبیه، ظرفیت بالایی هم داره، میشه ازش به خوبی استفاده کرد. یه فرودگاه ظرفیت بالا هم اینجا داریم، باقی هواپیماها رو هم میاریم اینجا و اینها رو همه رو ست میکنیم رو کی؟ اگه گفتید رو مسکو. دهنتون رو من سرویس میکنم، دهن سرویس چی فکر کردید؟ ولی خب بچه بذارید من از این بر اوضاع گرینلندمون رو یک چکی بکنم که اینجا یک شکست داشتیم، ولی نیروها انگار تونستن خودشون رو نجات بدن. البته که تلفات داشتیم و یه سری نیروهامون سقط شدن، اندازه 15 واحد میشه گفت نیرو این رو از دست دادیم، ولی خب باقی نیروها تونستن فرار کنن و خودشون رو به گرینلند برسونن که دمشون گرد. از این ورم که سوویت میخواد نارو بزنه و به شهرهای ما نفوذ کنه که بعضا شکست میخوریم، ولی بیشتر وینه میشه گفت، یه وین دیگه الان گرفتیم. و از این ور ایران که هیچ، اصلا
کامل هیچ. ترکیه هم اینجا داره در مرز سوویت زجه میزنه، یعنی ایتالیا، رومانی همه دست به دست هم دادن کمک ترکیه کنن. اینم فوکس آنتی کمونیسممون که توی واقعیت هم انگار اتفاق افتاده بوده. و دیگه عرضم به حضورتون که نیازی هم نیست، البته ما داشتیم این بخش رو انجام میدادیم که به حمله به سوویت برسیم، ولی خب الان نیازی به اون صورت بهش نیست. نظر من دوباره وقت این میرسه که بیایم از این بخش و بزنیم یه فوکس هم کانستراکشن ریپیر، الان خیلی به کار میاد چون خیلی چیزامونو اینا دارن خراب میکنن و بهتره که سریعتر بتونیم تعمیرشون کنیم. ولی خب تایم بازی رو باز کنیم ببینیم نیروهاش کار میکنن. یه سری نیرو این پایین ازم کرده بودم دیگه، یادتون بیاد اونام رسیدن و این منطقه رو پس گرفتم، ولی یه کاش بشه از این نیروها برای کریم استفاده کرد که ای جانم رفت، خودش رفت. کریمه بچو پل داره به این ور و درست بینش دریاست، ولی نیروها از طریق زمینی میتونن برن و نایس با ایریا دیفنس پخش بشن. گلوگاه رو اگر رد بتونن بکنن بعدش لاین میدم میرم کمک ایران، ولی باید این گلوگاهی که اینجا هست رو بتونن رد کنن که سوویت حواسش هست و نیرو اعزام کرد. ولی خب این ور ما نیرو خیلی بیشتر داریم، پیشابی نیروها رو یک چکی بکنم که داریم میرسیم، داریم به اون هدف بود میرسیم بچه، داریم به موسکو میرسیم، ولی لنینگراد رو هنوز نتونستیم پس بگیریم. من اسم این لنینگراد رو جدی دوست دارم، نمیدونم هم چرا دوست دارم اسمش رو، ولی برید بگیرید دیگه بابا، یک شهر برید بگیرید جدی. نیروی خاصی هم نداره سرجام، 4 واحد نیرو داره اینجا سوویت. من نمیفهمم چرا نیروهای ما اینطوری دارن ضعیف عمل میکنن. و باکو هم سقوط کرد بچه، باکو رو ایران گرفت، دمش هم گرم. ایران میشه گفت نوازندگی خودش رو از اینجاها به خوبی شروع کرده که دمش گرم، خیلی هم خوب. لنینگراد آقا، لنینگراد، من فقط این لنینگراد رو میخوام، گرفتید یا نه؟ دارن میجنگن دیگه، نیروها دارن خودشون رو سر لنینگراد پاره میکنن. سوویت هم یه طوری داره ازش محافظت میکنه انگار پایتختشه. نمیفهمم واقعا محاصرهشون کردیم ها، ولی خب دستاوردی به اون صورت نداریم. در هر صورت نیروهامون توی کریمه کاری جلو نمیبرن و به نظر من بایستی به نیروهامون اینجا لاین بدیم و علاوه یه استراتژی جنگی تا بلکه اراده کنن برای شکوندن گلوگاه کریمه. امیدوارم بشکنن، امیدوارم. جنگو شروع کردن، 3 واحد نیروی ما در مقابل 1 واحد نیروی سوویت، 7 واحد نیروی ما. نایس، بدو بینم داره میدوه که این بندره رو بگیره ها، حاجی بگیرتش میشکنه، گلوگاه ایزی میشکنه. سرعت کاماندرمون هم بذار ببرم بالاتر، سریع بتونه یه کاری بکنه. گلوگاه و شکست داره برمیگرده عقب. من به این احمقو چی بگم؟ البته وای اینجا پل نداره بچه، اینجا پل نداره و نیروها نمیتونن ازش عبور کنن. نیروی دریایی هم نمیتونیم ست کنیم اینجا. الان به نظر من نیروها بهتر با همین اری دیفنس اینجا بمونن، نیاز نیست کاری بکنن، همین منطقه رو نگه دارن. در آینده یه فکری به حالشون میکنیم. نیروها این بالا خوب دارن عمل میکنن، خیلی هم خوب دارن عمل میکنن، ولی بچه من یه اشتباهی کردم، من فکر کردم اینجا تلفات دادیم، در صورتی که اینجا نیروهامون رو بدون تلفات کشیدیم بیرون. خب ما توی جنگ کانادا کلا 3 واحد نیرو تلفات دادیم، ولی توی جنگ سوویت تا اینجای کار 15 واحد از این سرلشکر و حدوداً هم میشه گفت 15 واحد از این یکی سرلشکرمون، ولی در هر صورت بیشترین تلفاتمون توی جنگ با سوویت بوده که این شرایط میاد به ما حکم میکنه که اون اسپشیال یونیت هامون رو یک چکی بکنیم ببینیم در چه وضعن، که آموزششون 43% تکمیل شده ولی هنوز کامل نشده. یه لحظه من لوجستیکمون رو چک کنم ببینم مدیوم تانک داریم یا نه. سرعت حرکت این دوتا کاماندرمون رو میارم پایین تر چون دیگه نیاز نیست به اون صورت حرکت کنن و تلفاتمون خیلی داره سنگین میشه. با اینکه داریم پیشروی میکنیم و هیچ مشکلی نیست بچه، ولی خب داریم تلفات میدیم. بابا لنینگراد هنوز نتونستیم بگیریم. ببین نیروها این بغل اومدن تو، ولی لنینگراد هنوز نتونستن بگیرن، که خب با این حساب استراتژی اینجا کلا به فنا میره. امیدوارم نیروها اینجا محاصره نشن. من مجبورم نیروهای اینجا را دستی یک مقدار حرکتشون بدم تا بلکه اینجا محاصره نشن و بتونن خودشون رو جمع و جور بکنن، که خب الان باید منتظر بمونیم و ببینیم. اوکی این خوب تونست بره. اینجا یه بندر هست، برو بندره رو بگیر. اینم باید بیاد اینو بزنه که داره میزنتش. ایول این نیرومون بندر رو گرفت، یه بندر دیگه این ورتر هست، بره اونو بگیره و اینجا این بره این بالا رو بگیره و دیگه این برا نمیتونیم کاری داشته باشیم.
ولی از چپ اوضاع خوبه که هولی اینجا این داره پیشروی میکنه. باید بریم برای جنگ با اون و نایس، بالاخره لنینگراد سقوط کرده. من بالاخره به آرزوم رسیدم بچه ها. این لنینگراد رو اصلا من از اول این جنگ دنبالش بودم و دیگه فکر نکنم نیروهامون اینجا محاصره بشن. باقی کار رو میسپاریم به کماندر هامون و این واحدمون هم این بندر رو بگیره. خیلی خوب میشه که گرفت. نایس، حالا بهتره که برگرده و بیایم از این ور. چقدر فاصله داریم با مسکو؟ آجی برید جلو ناموسم، برید ما بزنیم توی این پارت مسکو رو. و نایس، اسپانیا از اینجا کار ما رو راحت کرد بچه. ایول، الان میتونیم با ایریا دیفنس فکر کنم اینجا نیرو بفرستیم. مطمئن نیستم ولی نه، خیلی از نیروها میخوان از مرز برن، فقط یه سریاشون عقلشون میکشه که بخوان از بندر برن. خیلی عجیبه ولی در هر صورت دم اسپانیا گرم، اینجا کارمون رو راحت کرد. ایران هم که آذربایجان رو کامل گرفته، ارمنستان رو هم همینطور، این برا هم که داره قشنگ مینوازه دیگه، داره خراسان رو میگیره، اینجا هم داره هند رو میگیره. ایران اصلا ترکوند. البته که این رو هم باید در نظر داشته باشیم، اگر آلمان کبیر جنگ رو شروع نمیکرد اوضاع الان این ریختی نبود داشتم. اوضاع الان این ریختی نبود و این کشورها داشتن زجه میزدن. ما الان بیشتر منطقه مهمه میشه گفت سوویت رو گرفتیم، کارخونه هاش دست ماست، منابعش دست ماست و اینه که این کشورها دارن میتازن، وگرنه اگه ما نمیزدیم اینا کاری نمیتونستن بکنن. و اوکی بچه ها، این اسپشیال یونیت هامونم بالاخره آموزش پیدا کردن که خیلی سریع میدیمشون دسته کاماندر و این کاماندر رو من چجوری ببرم تو کار. ببین با ایریا دیفنس میخوام بره اینجا رو قطع کنه و کلن توی این مناطق پخش بشه. این چیزیه که من از این کاماندر انتظار دارم. بهش ماشینم میدیم، مدال برفی هم داره، میتونه تو مناطق برفی بجنگه و دیگه جونم واسه تون بگه که سرعت حرکتش هم بالا باشه، سریع بتونه خودش رو برسونه. اوضاع خیته. اینجا اگه قطع بشه دسترسی سوویت کلن به دریاهای جهان قطع میشه و این خبر خوب خوبی میتونه واسه ما باشه. ولی دم گوش مسکوییم، ولی نمیتونیم مسکو رو بگیریم چون دیگه سوویت داره تمام تلاشش رو میکنه مسکو رو بگیریم. پایتخت بعدیش رو کجا میخواد بکنه؟ ولادیستوک این ور داره ولی دم گوش چینه. چین به احتمال زیاد خیلی سریع بتونه بگیرتش. از اون ور یه سری شهرام این وسط مسطا داره، میتونه پایتخت کنه. ولی مسکو رو که بگیریم دیگه جنگ تمومه، نه کارخونه داره نه منابع داره، هیچی نداره و اون زمانه که ما قشنگ دیگه برنده این جنگ کذایی میتونیم باشیم. ولی این نیروهای کریمه مونده داشت چی کار کردن؟ این نیروها برن سریع قفقاز رو بگیرن، نذارن ایران پیشروی کنه. آجی چیزی که من تو این شرایط میخوام اینه، ایران نمیخوام زیاد بتونه پیشروی کنه چون اون موقع اسکور از ما کم میشه. اسپانیا هم حتی نمیخوام این کارو بکنه. من کل سوویتو میخوام، نمیخوام به کسی خاک بدم. و توی مملکت بچو کم بود قطار داریم، فکر نمی کردم همچی اتفاقی بیفته ولی خب افتاده و یک مقدار بنده قطار میزنم در کشور تولید بشه دیگه. آقا جان از اون ور بچه اعتراضات رو یک چک بکنیم. ببین تو منطقی که تازه گرفتیم اعتراض به اون صورت نیست چون از الحاق به ما خوشحالن، ولی از این ور بچه کماندوامون رسیدن و همونطور که میبینید دارن عالی مینوازن، یعنی دارن دقیقاً اون هدفی که من داشتم انجام میدن. اینجا رو قطع کردن، خوب قطع نکردن ولی خب خوبتر قطع میکنن مطمئنن. ایزیه واسه شون کلن این جبهه رو به نفع ما برگردوندن. ایتالیا هم کلی نیرو برداشت آورده اینجا که دمش گرم. من گرینلند رو یه چک بکنم دایی جان، این امریکا یهو به سرش نزنه بیاد گرینلند رو کلن بخواد بگیره. هر از گاهی یاد گرینلند میافتم میترسم، ولی در هر صورت این پایین هم اوضاع خوبه. نیروها اون استراتژی که داده بودم رو دارن انجام میدن. دسترسی ایران رو قطع کنم به این منطقه خالی میشه. ولی از این ور بچه بهتره که الان کماندر هامون رو بیشتر سوق بدیم به سمت مسکو. استراتژی کماندرامون هم منسوخ شده، ولی بچه ها چون چیز داریم، سیپی داریم، بهتره که یه استراتژی خوب به این کاماندرمون بدم. سرعت حرکت بالا، فورس اتک فعال، ببینم میتونه کاری بکنه یا نه. مسکو رو بگیرید، تو رو خدا بگیرید. این برا که تمومه، این برا اصلا نیازی به فکر کردن نداره. این نیروهامون اگر فوکس کنن و مسکو رو بگیرن تمومه. ببین 10 دقیقه با مسکو فاصله داریم بچه ها. 10 دقیقه شد 9 دقیقه،
شد 9 دقیقه این تانکمون همینطوری بس بره جلو. کماندوهامون هم که از راه رسیدن جدی آجی کماندوهامون خیلی خفنن، انتظار نداشتم انقدر خفن باشن. ولی خب کلا این مناطق شمالی براشون میداریم، میریمشون این مناطق جنوبی فوکس کنن روی مسکو. این ورم که ایتالیا جنگو دست گرفته، البته که خودمون هم کلی نیرو داریم، ولی خب این بالا هم که اوضاع خوبه، نیروها اومدن جلو. ولی بچا کم کم داریم به پایان این جنگ نزدیک میشیم، خبر دارید یا نه؟ کم کم داریم به پایان این جنگ کذایی نزدیک میشیم. اینجام ایول هدفمون به خوبی داره انجام میشه، صرفا قطع کنید، فقط برید این سمتی، ایرانو قطع کنید، ایران نذارید بره جلو، ایران نذارید استالینگرادو بگیره، بدوید. البته که این نیروهای احمق خودمونن که دارن برای ایران پیشروی میکنن، اصلا ایران اینجا نیرو نداره، پس اسکوری به دست نمیاره، نیاز نیست بترسیم. حاجی پشمام کماندوامون عالی اناجی، ببین این هم مسکو، مسکو بچه سقوط کرد، باورتون میشه یا نه؟ روزنامه چرا نمیاد که مسکو رو ما زدیم ها؟ حاجی پشمام شاید باید این یه واحد هم بزنیم، باورم نمیشه، ولی نایس بچه ما مسکو رو زدیم، باورتون میشه؟ او پایتخت جدید استالینگراد، نیروهای ما اینجا بغل استالینگرادن حاجی، برید بگیرید، ناموسم برید بگیرید، پایتخت جدیدش بغل گوش ماست، نیرو هم نداره توش حاجی، وای این جیگره داره میره بگیرتش، وای وای اینم از استالینگراد همین الان قرار سقوط کنه، برو داداش برو جان جدت. و تمام، این هم از استالینگراد بچه ها، زدیم اینم زدیم. و اوکی اوکی این هم از سوویت، 23,000 تا ماشین، 46,000 تا اسلحه و 45,000 تا هم آدر. ولی باگ قضیه اینجاست که بیشترین اسکور رو اینجا چین داره، و چون چین زمان خیلی بیشتری از ما رو توی جنگ با سوویت بوده، اسکور خیلی بالایی داره، و اسکور ما و ایران یکیه. این بازی بر حسب تایم داره اسکور میده، که لعنت بهش، لعنت جدن، لعنت به این بازی. و من اگه نمی اومدم این وسط، پدر سگا، شماها باید گریه می کردید، الان واسه من شاخ شدن. من جدی درک نمی کنم آجی، من جدی درک نمی کنم اصلا چرا؟ چرا ما اسکور نداریم؟ تموم شد، اسکورمون تموم شد دیگه، هیچ جایی نمی تونیم بگیریم. ببینید چرا یه چوسه جا به ما دادن، بعد حالا سر همین هم دعوامون شده آجی. جنگ به پایان رسید و ایران رو شما ببین، ایران رو شما ببین، امپریال استیت آف ایران. حاجی ایران که اینقدر شاخ شد ها؟ ایران چجوری اینقدر شاخ شد؟ ایران اصلا چیکار کرد؟ ما چیز خاصی نتونستیم به دست بیاریم جدی، حتی مسکو هم افتاد دست ایران، و ترکیه هم اومد یه سری منطقه اینجا گرفت، ایتالیا هم یه سری منطقه اینجا گرفت، بیشترین منطقه رو که چین گرفت، البته سیبری نصیبش شد اینجا، حالا چیز خاصی نبود بخوایم فشار بخوریم. ولی ایران چی میگه آخه؟ ایران مگه چقدر جنگیده بود بابا؟ ایران با سلاحهای من رفت جنگید، اصلا من میدونید چقدر لندلس دارم به اینا؟ کل سلاحهای جنگ ایران رو من دادم، بعد این وسط همه چیز آید ایران شد. حاجی من جدن دارم بابت این پارت فشار میخورم بچه، کل زحمتش رو ما کشیدیم، خب کل زحمتش رو ما کشیدیم، بعد حالا ایتالیا هم این وسط زحمت کشید، ترکیه هم زحمت، ولی ایران انقدر کار نکرده بود بابا، ایران اینجا به زور داشت مرز خودش رو نگه میداشت، ایران داشت گریه میکرد، ایران تبریز اورمیه رو از دست داده بود، من اومدم بهش سلاح دادم، بعد چرا باید مسکو برسه به ایران؟ خاکی که ما گرفتیم و شما ببینید، خاکی که اینا گرفتن و شما ببینید، البته که خاک ما به نسبت خاک ایران و چین و اینا به هر حال ارزشمندتره، از لازم منابع اگر چک کنید منابع اینجاها خوبه، ولی خب ایران قفقاز رو گرفت دیگه حاجی. حاجی من با ایران میجنگم بچه، من توی این سری با ایران اصلا نمیشه، من دارم هرس میخورم، من واقعا دارم هرس میخورم. توی کامنتو بنویسید واقعا من جدی چی کار کنم، ای کاش نمیرفتم تو جنگ، ای کاش میذاشتیم سوویت بزنه ایران و چینو، بعد میرفتیم سوویت رو میزدیم. آخه بابا چه منطقی، زجاشو ما زدیم بعد سود شاید اینا شد؟ من واقعا درک نمیکنم، ولی در هر صورت بچه این بود از این ویدیو، امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. افریقا هم که در همون وضعیت سابقشه، از اینجا توی امریکا هم خبری نیست، نیروها در گرینلند به سر میبرند. و این بود از این ویدیو آقا.
این بود از این ویدیو. به شدت دارم فشار میخورم ولی عیبی نداره. هر ایده و نظری دارید توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی. سی یو.